توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی. برنامه شماره 2، ایرانیان و تمدن هندو اروپایی. با درود فراوان، تورج دریایی هستم و در این جلسه درباره تاریخ و تمدن ایران باستان با هم صحبت می‌کنیم. صحبت این جلسه درباره ایرانیان و تمدن هند اروپایی است. منظور من از ایرانیان اقوامی هستند که در هزاره دوم قبل از میلاد به فلات ایران کوچ کردند. این اقوام ایرانی جزئی از اقوامی هستند به نام هند اروپایی که در زمانی دوردست با هم دیگه زندگی می کردند. مطالعه جدی درباره مردم و زبانهای هند اروپایی در قرن 18 آغاز شد. البته در قرن 17 این ایده مطرح شده بود که اقوام هند اروپایی، ایرانیان، هندیان و آلمانها و انگلیس زبانها با همدیگه در مکانی زندگی می کردند و از لحاظ مذهب و باورهاشون هم با همدیگه شباهتهای زیادی داشت. اما در سال 1796 هست که در انجمن سلطنتی آسیایی در هند یک انگلیسی به نام ویلیام جونز این مبحث زبانهای هند اروپایی و تمدن هند اروپایی را به صورت جدی عنوان میکنه. به گفته ویلیام جونز به نظر می رسد زبان گاتیک آلمانی و کلتیک با سانسکریت و فارسی باستان از یک ریشه باشند. این برای اولین بار بود که یک فرد چنین ایده‌ای را عنوان می کرد و چون آقای جونز هم زبان سانسکریت را می دانست و هم فارسی و هم پارسی باستان را خوانده بود و هم لاتین، توانسته بود به این نتیجه برسد که تشابهی میان این زبان‌ها وجود دارد. پس میتوان نتیجه گرفت که این اقوام در زمانی دوردست در کنار هم میزیستند. بگذارید نمونه بیاورم. کلمه‌ای که برای پدر در زبان‌های مختلف هند اروپایی گفته میشه از این قرار هست. در زبان سانسکریت یا هندی باستان کلمه‌ای که برای پدر استفاده میشه پیتا هست، در یونانی پاتر، در لاتین پیتر، در زبان فارسی باستان پاتر، در فارسی امروزی پدر، اسپانیولی پادره، آلمانی فادر و غیره. شما میتونید کاملا این تشابه رو ببینید، یعنی این زبان‌ها از لحاظ لغتی با همدیگه همانندی های بسیاری دارند.
شما میتونید در بسیاری دیگر از کلماتی که در فارسی امروز وجود داره تشابهات بسیاری با هندی باستانی، با آلمانی باستانی و غیره پیدا بکنید. در حقیقت از قرن 19 هم به صورت آکادمیک مطالعات هند اروپایی آغاز شد که زبانشناسان، باستانشناسان و مذهبشناسان به کنار همدیگر آمدند و درباره جامعه هند اروپایی به بحث و گفتگو و تحقیق نشستند. این محققین هند اروپایی توانستند که ثابت کنند که ملت ایرانی زبان و آلمانی ها و هندی زبانان و دیگر هند اروپایی ها در حدود 5000 سال قبل از میلاد مسیح در کنار هم در منطقه‌ای از لحاظ زبانی، طبقه بندی جامعه و باورهایشان یکسان بودند. این یافته ایست خارق‌العاده که در قرن 19 هم جامعه اروپا را تکان داد. البته این ایده عواقب ناگواری هم در اروپا در پی داشت. باید یادمون باشه که این ایرانی ها و هندی ها هستند که در سروده های باستانی خود، یعنی در وداهای هند و در اوستای ایرانیان، سرزمینشون را ایران یا سرزمین آریاها و به خودشون آریا میگویند. آریا به معنی نجیب زاده می باشد و هم در هند و هم در ایران آریاها از سه طبقه تشکیل داده شده بودند. اولین طبقه، طبقه کاهنان یا به اوستایی آتورنان، یعنی نگهبانان آتش می باشند. این آتورنان نه تنها تشریفات مذهبی را ایفا می کردند بلکه سروده های مقدس را نیز از بحر داشتند و با خدایان مناجات می کردند. اهمیت کاهنان از گذشته تا امروز در دنیای ایرانی این چنین بوده. طبقه دوم طبقه جنگجویان بودند که در زبان اوستایی خشت را معنی داره، یعنی کسانی که بر روی عرابه می ایستند. و این خشتراها یا جنگجویان مسئول دفاع از جامعه آریایی و جنگ با دشمنان بودند. طبقه سوم به زبان اوستایی وستاریو فوشیانت یا گلداران بودند و مسئول مایحتاج تغذیه جامعه آریایی بودند. این سه طبقه تا زمانی که با همدیگر هماهنگی داشتند جامعه‌ای پیشرو و قوی بودند. زمانی که از هم گزیخته می شدند این جامعه به مشکل می افتاد و این ایده در سرودهای مقدس هندی و ایرانی نمودار شده. اما در کنار این جامعه آریایی کسانی دیگری بودند که در زبان هندی و ایرانی به آنها آناریا یا غیر ایرانی می گفتند. قاعدتاً این اقوام که در حال کوچ بودند با مردم دیگر نیز رو در رو می شدند و به همین دلیل ما در متون مقدس هندی و ایرانی افرادی که غیر آریایی یا ایرانی هستند را نیز مشاهده می کنیم. اما منظور این متون مردمی هستند که زبان به خصوصی صحبت می کردند. در اروپا در قرن 19 هم و اوائل قرن 20 هم معنی آریا از کسی که زبان آریایی صحبت می کند، یعنی زبانهای ایرانی و هندی، تبدیل به مسئله بیولوژیکی شد. پس ما نباید ایده هایی که در متون و سروده های باستانی را در میان هندیان و ایرانیان داریم
با جامعه قرن 19 و 20 اروپا که از این متون سوء استفاده و همچنین در کنار آن مطالعه می کرده را یکی بدانیم. برای اروپاییان این مطلب بسیار جالب بود، چون می توانستند گذشته خود را و قدیمی ترین تاریخی که از این اقوام هند اروپایی وجود داره را در سروده های اوستا و ویده ها پیدا بکنند. از یک طرف این مطالعات به پیش رفت و از طرف دیگر گروهی سعی در سوء استفاده از این مطالعات کردند که منجر به عواقب ناگوار اوایل قرن بیستم شد. محققین و باستانشناسان درباره اینکه زیستگاه اصلی این اقوام هندواروپایی کجاست متفق القول نیستند. سه نظریه تا کنون درباره اینکه این اقوام کجا میزیستند ارائه شده. اولین نظریه و نظریه‌ای که به نظر میرسد از همه مهمتر و قابل قبولتر باشد توسط خانم مارجیا گیمبوتاس در دهه 70 ارائه شد. به نظر ایشون بر حسب گورهایی که در جنوب روسیه و در شمال دریای خزر پیدا شده که نام آنها را کورگان میگویند، زیستگاه اقوام هندواروپایی را مشخص کرد. پس گروهی بر این باورند که اقوام هندواروپایی از شمال دریای خزر و در جنوب روسیه میزیستند. تصور کنید آلمان زبانها، یونانی زبانها، لاتین زبانها، ایرانی زبانها، ارمنی زبانها و هندی زبانها 5000 سال قبل از میلاد مسیح. تجسم کنید که در حدود 7000 سال پیش این اقوام در کنار هم زندگی میکردند، مذهب متحدی داشتند، باور متحدی داشتند و زبان متحدی داشتند. از طرف دیگر در حدود 20 سال پیش دو دانشمند روسی به نام گامکرلیتسه و ایوانوف نظریه دادند که خاستگاه یا زیستگاه اقوام هندواروپایی سرزمین قفقاز بوده. این نظریه است جدید که هنوز باید درباره اون بسیار تحقیق بشه. از طرف دیگر یک محقق انگلیسی به نام کالین رنفرو زیستگاه اقوام هندواروپایی را در آنتالیا یا آناتولی قرار داده. به هر حال هر سه نقطه و منطقه مکانی است که هزاران سال پیش اقوام هندواروپایی در آن میزیستند. اما همونطور که گفتم بیشتر محققین جنوب روسیه را مرکز اصلی این اقوام میدونن که به دلایلی که درست معلوم نیست از هم جدا میشوند و اقوام غربی هندواروپایی به مانند ژرمن ها، یونانی زبان ها، رومی ها به اروپا کوچ میکنند و از طرف دیگر ایرانیان و هندیان با هم دیگر به آسیا میآیند و ارامنه و حتی ها اقوامی که دیگر ما از اونها اطلاعی نداریم به قفقاز کوچ میکنند. در میان اقوام هندواروپایی گروه هندو ایرانی از همه به هم نزدیکتر بودند و مدت مدیدی در کنار هم در این کوچ همراه بودند. این حقیقت را ما در مقایسه اقوام هندو ایرانی را در زبان، باورها و جامعه مشاهده می کنیم.
برای مثال در هند باستان ایزد مهر همانند ایران باستان کارکرد سوگند و عهد و پیمان داشته. همچنین گیاه مقدسی که ایزد نیز بوده به نام سوم یا سوما در هند باستان و هوم یا هوما در ایران باستان وجود داشته که کاهنان هندو ایرانی با گرفتن آب این گیاه و مخلوط کردن آن با شیر و نوشیدن آن بر این باور بودند که قدرت سخن پیدا می کردند و با ایزدان و دیوان در ارتباط بودند. جالب است که در زبان سانسکریت لقب سوم یا سوما امریتا هستش. امریتا یعنی نامیرا. اگر شما بخواهید نمونه دیگری از همانندی زبان‌های هندو اروپایی بیابین، کلمه امریتا رو میتوانید با کلمه یونانی امبروژیا مقایسه کنید. امبروژیا خوراک خدایان یونان باستان است که به آنها نامیرایی میدهد. یا می توانیم کلمه‌ای که برای کاهنین هندی استفاده می شده یعنی براهمن با کلمه‌ای که در لاتین برای کاهنان مذهب رومی استفاده می شده یعنی فلامن مقایسه کنید. یا برای اقوام هندو ایرانی کلمه جنگجو در سانسکریت باستان کشاتریا و در ایران باستان خشاترا بوده. همونطور که گفته شد این اقوام هندو ایرانی از دیگر اقوام هندو اروپایی در حدود 5000 یا 4000 سال پیش جدا شدند و به آسیا کوچ کردند و در آسیای میانه سکنا گزیدند. نزدیکی هندیان و ایرانیان رو باز ما در باورهاشون میتونیم پیدا بکنیم. بگذارید نمونه دیگری به شما بدم. خدایان بزرگ هند و ایران اهورا یا اسوراها نام داشتند و همچنین دیوها یا دیواها. بعد از جدایی این دو قوم از یکدیگر اهوراها یا اسوراها خدایان بزرگ ایران شدند و در هند آنها تبدیل به دیوان و در ایران دیوها یا دیواها تبدیل به دیوان شدند و در هند تبدیل به خدایان. این تناقض در این باور بسیار جالبه چون به ما نشون میده که یکی از این دو قوم یک سری از باورهای هندو ایرانی را اتخاذ کرده و قوم دیگر باور دیگر را. نخستین سند باستان شناسی که با اوستا یا سرودهای مقدس ایرانیان باستان همخوانی می کند در کشور ترکمنستان و ازبکستان امروزی یافت شده. این منطقه است که اولین سند باستان شناختی را برای ما درباره زیست این هندو ایرانیان قبل از کوچ بزرگشان به هند و ایران رو به ما نشون می ده. آنچه که جالب است این است که تا حدود 20 سال پیش در غرب هیچ اطلاعی درباره
این منطقه باستان شناسی در آسیای میانه مشخص نبود. در صورتی که روس‌ها از دهه 70 مشغول حفاری در آسیای میانه، یعنی در ازبکستان و ترکمنستان بودند. باستانشناس روسی به نام ویکتور ساریانیدی در سال 1976 توانست یک قلعه بسیار عظیم را در ترکمنستان حفاری کند و نام این تمدن را تمدن آمودریا یا کمپلکس باستانشناختی بلخ نامگذاری کرد. در آمریکا و کشورهای انگلیسی زبان این منطقه را به نام بیمک یا باکتریا مارجیانا آرکیولوژیکال کامپلکس، یعنی همان کامپلکس باستان شناختی بلخ نامگذاری کردند. در این منطقه ما قلعه های بسیار وسیعی که به مانند شهر میمانه در نقطه گوناگون این دو کشور پیدا میکنیم. تا کنون بیش از 6 یا 7 شهر یا قلعه عظیم حفاری شده و نمودار اولین خاستگاه یا خانه اقوام هندو ایرانی است. نام این شهرها یا قلعه ها آلتین تپه، گنور تپه، نمازگاه و تگلوک می باشد که قدمت آن به 3000 سال قبل از میلاد مسیح می رسد. آنچه این شهرها را به تمدن ایرانی نزدیک می کند یافته های باستان شناسی است. برای مثال یکی از این قلعه های بسیار بزرگ به نام تگلوک اتاقی دارد که شماره 21 به آن داده شده و در این اتاق 21 ما دو چیز بسیار مهم پیدا می کنیم. یک، هم می باشد، یعنی همون گیاه مقدس هندو ایرانی، و دیگر آتشدان. اگر با فرهنگ و تمدن ایران باستان آشنایی داشته باشید، می‌دانیم که در باورهای ایرانیان آتش بسیار مقدس بوده و همچنین همونطور که عنوان شد، گیاه هوم یا هوما گیاهی بوده مقدس که برای مراسم مذهبی از آن استفاده می‌شده. پس این اتاق 21 تگلوک یکی از اولین یافت‌ها و سندی است برای تمدن ایرانی. همچنین سند دیگری در این محوطه تگلوک پیدا شده که نشان دهنده اولین زیستگاه ایرانیان خارج از جنوب روسیه می باشه و آن محلی است که اجساد افراد در آن گذاشته می شده که سگها و لاشخورها آنها را بخورند و استخوان‌های آنها جمع می شده. اگر با فرهنگ و تمدن زرتشتی آشنایی داشته باشیم، می دونیم که تا قرن گذشته دخمه هایی وجود داشته که اجساد زرتشتیان در اونجا گذاشته می شد که لاشخورها و سگها آنها را می خوردند و این سنت پس هزاران ساله که ادامه داشته و اولین نقطه باستانشناسی که با این سنت همخوانی می کنه آسیای میانه و تگلوک هستش. از این آسیای میانه است، یعنی از آلتین تپه، گنور تپه، نماز تپه و تگلوک، در این مناطق هست که ایرانیان برای مدتی سکنا پیدا کردند و بسیار آهسته به فلات ایران کوچ کردند. تاریخ این کوچ رو باستانشناسان در حدود هزاره سوم قبل از میلادی می دانند. پس بنابراین نزدیک به 1000 سال ایرانی ها در جوار هندی ها می زیستند. سند دیگری که نشان دهنده زیستگاه ایرانیان در آسیای میانه
با فلات ایران می‌دهد، همانندی‌های یافت شده در توگلوک، نمازگاه تپه و غیره در کنار منطقه گرگان یعنی شرق دریای خزر و محوطه‌ای به نام تپه حصار می‌باشد که امروز در ایران کنونی است. تپه حصار که قسمت سوم آن به 1800 سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد، یافته‌هایی دارد که همانندی بسیاری با این تمدن‌های آسیای میانه است. اگر دوباره به کمپلکس باستان شناختی بلخ برگردیم، باید گوشزد کرد که زادگاه اشوزرتشت، پیامبر ایران باستان نیز در بلخ بوده. به عقیده بسیاری از محققان مهم ایران شناسی، این بلخ و آسیای مرکزی بوده که اوستا در آنجا سروده شده و قدیمی ترین قسمت اوستا یعنی گاتاهای زرتشت نیز به بلخ تعلق دارد. آیا امکان داشته که زرتشت در این شهرها یا قلعه های عظیم زندگی می کرده؟ آیا ممکن است که 4 یا 3 هزار سال پیش زرتشت در توگلوک در کنار اتاق 21 یعنی در کنار هم و آتش به نیایش می پرداخته؟ آیا امکان دارد که زرتشت این سروده را در آنجا سروده؟ کم نموی زم کترا نموی اینا پایریخ و آتش اریا نمچا ددائتی؟ یعنی به کدام سرزمین بروم؟ به کجا بروم؟ خانواده و قومم را به کجا ببرم؟ این سوالی است که کاملا جواب آن داده نشده، اما همانندی هایی ما بین فرگرد دوم وندیداد اوستا و ساختمان ها یا قلعه هایی که درباره آن صحبت کردیم وجود داره. برای مثال در وندیداد روایتی است درباره طوفان برفی که قرار بر روی زمین بنشینه و تمام موجودات رو از بین ببره. کسی که مسئول نجات دادن حیوانات و انسان هاست جمشید نام داره. جمشید از اهورامزدا پیامی میگیره که ساختمانی بساز که به اوستا این ساختمان را ورا که مترادف با کلمه انگلیسی وال میباشه، دیوار، و در زبان فارسی به معنی غار میباشه. غاری بساز و در آن غار از حیوانات و انسانهای نیک پناه ده، چون این برف و بوران انسانها و حیوانات پلید را از بین خواهد برد. نحوه توصیف ساختن این ساختمان و اجزای این ساختمان همانندی نزدیکی به قلعه توگلوک داره و اونچه ما در اون منطقه از لحاظ باستان شناسی می بینیم. به این دلیل هست که می توان بلخ و شروع مذهب ایرانیان باستان یعنی دین مزد یسنا یا زرتشتی را در آن منطقه یافت کرد. همچنین در یشت های اوستا به یشت 5 بر می خوریم که برای الهه یا ایزدی به نام آناهیتا سروده شده. آنچه این یشت رو بسیار جالب میکنه این هست که بزرگان
پهلوانان و شاهان ایران باستان، یعنی کیانیان و پیشدادیان، همه و همه برای ایزد آناهیتا تشریفات مذهبی را برقرار می کنند و قربانی می کنند و از ایزد آناهیتا درخواست می کنند که بتوانند بر دشمنان خود پیروز باشند. اینجا جالب است که همچنین افراد و اشخاصی که در تمدن و تاریخ ایران و اسطوره‌های ایرانی به عنوان افراد پلید عنوان شدند، مانند افراسیاب و غیره، نیز در این یشت حضور دارند که برای ایزد آناهیتا تشریفات مذهبی نیز برقرار می کنند و می خواهند که آنها هم بر دشمنانشان پیشی بگیرند و آن فره ایزدی که مختص ایرانیان هست را نیز در بر گیرند. تمام این تشریفات مذهبی در مکانی انجام میشه به نام ایران ویش، یعنی خاصگاه یا خانه ایرانیان یا آریایی ها، که به گفته یشت پنجم در کنار رودخانه‌ای به نام ونگهوا دایتی یا وه دایتی یا همون آمودریا در برخ می. این سند دیگری است برای یکی بودن تمدن اوستایی و اقوام ایرانی در آسیای میانه. همچنین اگر به کتاب اول یا فرگرد اول وندیداد اوستا نظر بندازیم، جغرافیای مذهبی ایرانیان رو در اون می‌بینیم که کشورها بهترین و بدترین کشورها عنوان شده. در این میان ایران ویژ یا خواستگاه ایرانیان در مکانی است که به گفته اوستا 10 ماه زمستان سرد و 2 ماه تابستان گرم دارد. از لحاظ سوق الجیشی و مکانی دوباره ما میتونیم ببینیم که آسیای میانه با چنین هوایی مشابهت داره. پس از مدتی ایرانیان از اقوام هندی جدا شدند و هندی ها به فلات هندوستان رفتند و شمال هند را در بر گرفتند و با نگاه به سرودهای مذهبی هندی ها به نام وداها، ما کاملا این داستان کوچ آنها را به هند را در میابیم. از طرف دیگر در اوستا ما همچنین کوچ اقوام ایرانی را میتونیم در آنجا ببینیم. همچنین مدارک باستانشناسی از هزاره سوم قبل از میلاد به ما درباره این کوچ کمک میکند. همونطور که گفته شد، در گرگان ما اولین سند آمدن این اقوام ایرانی را به فلات ایران مشاهده میکنیم. قدمت این سند به 1800 سال قبل از میلاد مسیح میرسه. در این میان ما به کوزه هایی که خاکستری رنگ هستن برمیخوریم که به اقوام ایرانی نسبت داده شده. به انگلیسی به این کوزه ها grayware میگویند و نمودار تمدن ایرانی است که از آسیای میانه آغاز شده
و به فلات ایران کشیده میشه. همچنین حرکت این ایرانیان رو ما در سیستان هم میبینیم، چون در شهر سوخته، یکی از یافته های باستانشناسی قرن گذشته، اثرات این سفال های خاکستری رنگ نیز دیده میشه. اما آنچه که جالب هست این است که بدانیم تمام اقوام ایرانی به فلات ایران نیامدند. ایرانیان چون در زمان بسیار دور اسب را اهلی کرده بودند، با سرعت فراوان به اروپا و تمام آسیا کوچ کردند. در میان ایرانی زبانها ما می توانیم از کیمری ها یا سیمری ها نام ببریم، از سکیت ها یا سیستانی ها و سرمت ها و آلان ها. این اقوام با اسب هاشان به سراسر اروپا و آسیا کوچ کردند. سرمت ها حتی تا دانوب خود را رساندند و در آنجا سکنا گزیدند و در قرن دوم میلادی توسط رومی ها به بریتانیا فرستاده شدند. آلان ها از آسیا به فرانسه رسیدند و بعد از مدتی به اسپانیا و حتی به شمال آفریقا کوچ کردند. در میان اقوام ایرانی آلانی ما میدونیم که در گرجستان امروزی در غرب آن دو منطقه که آسی زبانها در آن زندگی میکنند وجود دارند و این آسی ها اقوام ایران زبان هستند که چند هزار سال پیش از آسیا به کنار دریای سیاه کوچ کردند. طبق آماری که امروز وجود داره در حدود 600 هزار آسی زبان در کنار دریای سیاه زندگی می کنند و اینها اقوامی هستند که به زبان ایرانی سخن می گویند. اما اقوام ایرانی زبانی هستند که در شرق آسیا نیز زندگی می کردند. در این میان می توان از کسانی که زبانهای یغنوبی و وخی صحبت می کنند که امروزه در تاجیکستان هستند نام برد، از کسانی که در دوران باستان زبان خوتنی صحبت می کردند و در غرب چین سکنا داشتند نام برد که متون بسیاری از خود به زبان خوتنی باقی گذاشتند. همچنین از سقدیان که تجار بسیار ماهر و مشهور دوران باستانی است می توان نام برد که از چین تا ایران در حال داد و ستد بودند و برای هزار سال یکی از مرفه‌ترین اقوام آسیا بودند. در این دهه گذشته در حدود 40 یا 50 آرامگاه بسیار جالب در غرب چین پیدا شده که همه آرامگاه این سقدیان ایرانی هستند که در این آرامگاه ها نقوش مجلل زندگی این افراد را نمودار کرده. همچنین باورهای مذهبی این سقدیان که آمیزشی از مذهب زرتشتی و بوداییست نیز نمودار شده، یا گروهی دیگر از سقدیان که در آرامگاهشان نمودارها و باورهای مانوی نمودار شده نیز وجود دارد. آنچه سقدیان را از دیگر اقوام ایرانی متفاوت می کند این است که نه تنها تجار بسیار ماهری بودند، بلکه به راحتی مذهبهای دیگر را نیز اتخاذ می کردند. ما صدها متون سقدی که درباره دین بودا یا مانی و حتی زرتشت نیز هست در دست داریم.
اما اقوام ایرانی بسیار بیشتر از این قوم هایی هست که من اکنون درباره اونها صحبت کردم. برای دوره باستانی کسانی هستند که پارسی باستان صحبت می کردند و آنها را به عنوان پارسیان ما می شناسیم، مردم اوستایی و مادها. همچنین زبان هایی هست به نام پهلوی، پارتی، خوتنی، سغدی، بلخی و خارزمی که متعلق به زبانهای ایرانی است. امروزه کسانی که به فارسی، کردی، بلوچی، پشتو، وخی، یغنوبی، قمزاری که در عمان صحبت میشه، مازندرانی، گیلکی، لوری و غیره صحبت میکنند، جزو زبانهای ایرانی میباشند. پس باید تجسم کنید که نه تنها امروزه اقوام ایرانی زبان متعدد و بسیارند، در دوره باستان نیز تعدادشان بسیار بوده و همچنین گروهی به صورت بدوی از اروپا تا آسیا در حال حرکت بودند و گروهی نیز به فلات ایران میان و در اونجا سکنا می‌گزینند. به غیر از اسناد باستان شناسی، اولین سند مکتوبی که درباره حضور ایرانیان در فلات ایران سخن میگوید، کتیبه‌های پادشاهان آشوری است. در قرن 8 میلادی، تیگلات پیلاسر سوم، پادشاه آشور، مرتب به فلات ایران حمله می‌برد و در کتیبه خود از مادها یاد کرد. او درباره مادها میگوید که مادها بسیار اقوام قدرتمندی بودند و از همان زمان هست که قدرت مادها بیشتر و بیشتر میشود تا اینکه در قرن 7 قبل از میلاد آنها میتوانند آشوریان را شکست دهند. همچنین در قرن 7 قبل از میلاد، در زمان حکومت پادشاه آشور اشردان، ما بین سال 680 و 669 قبل از میلاد، ما می‌دانیم که سه پادشاه مید یا سه پادشاه ماد برای اینکه بتوانند بر دشمنان خود پیروز بشوند از آشوری‌ها کمک خواستند. نام این پادشاهان ماد اولین نام هایی است که ما از مادها داریم. این نام ها این چنین است: اوپیس از پارتاکو، زاناسنا از پارتاکو و راماتیا از اوروکوزابرانو که در سال 672 قبل از میلاد میزیستند. ما همچنین میدانیم در اوائل قرن 7 دیگر مادها به آشوریان باج نمی دهند و این به آن معنی است که مادها توانسته بودند یک حکومت مقتدر در فلات ایران مستقر کنند. در سال 672 قبل از میلاد به گفته کتیبه های آشوری، مادها دوباره به پا خواستند و بر علیه آشوریان به جنگ رفتند. آشوریان توانستند که سه شهر مهم مادیان را تسخیر کرده و آنها را کاملا نابود کنند. نام این پادشاهان ماد خشتریتی، کارشاشی
و دوستانه بودند. آشوریان نه تنها این داستان را نوشتند، بلکه تصاویری از شهرهای مادی نیز به ما می‌دهند. در این تصاویر نشان داده میشه که شهرها با آتش افروخته شده و حمله آشوریان به شهر را نمودار می‌کند. متاسفانه هیچ اثری از این شهرها را دیگر در دست نداریم و فقط بر حسب این تصاویر و کتیبه آشوریان است که اطلاعی درباره مادها و شهرهایشان در دست می باشد. در سال 658 قبل از میلاد دوباره ما درباره قدرت مادها در برابر آشوریها اطلاع پیدا می کنیم. این بار است که مادها باز می توانند بر تمام فلات ایران یا شمال فلات ایران حکومت کنند و در مقابل آشوریان ایستادگی ورزند. و بالاخره در سال 612 قبل از میلاد مادها همراه بابلیان، ایلامیها و دیگر اقوام بین النهرین توانستند پادشاهی آشور را منهدم کرده و نینوا پای تخت آنها را کاملا با خاک یکسان کند. از آن زمان دیگر هرگز آشوری ها نتوانستند پادشاهی را برپا کنند. 612 قبل از میلاد در حقیقت آغاز شاهنشاهی مادها و ابرقدرت بودن مادها و ایرانیان در خاورمیانه می باشد. اما متاسفانه خود مادها سندی از این شاهنشاهی خود به جای نگذاشتند. این هرودوت می باشد، تاریخ نویس یونانی در قرن پنجم قبل از میلاد، که به ما اطلاعاتی درباره شاهنشاهی ماد می‌دهد و همچنین کتاب مقدس است که دوباره درباره اهمیت و قدرت ماد به ما اطلاع می‌دهد. به گفته هرودوت در کتاب اول خیش یا کلیو، این شاه ماد دیاکو بود که تمام اقوام ماد را متحد کرد و پادشاه آنها شد. پس به نظر می رسد قبل از دیاکو که ما بین سال 700 و 647 قبل از میلاد حکومت می کرده، مادها متحد نبودند و به صورت گروه های متفاوت در فلات ایران می زیستند. همچنین هرودوت درباره نام‌های مادها و اقوام مادها نیز اطلاعات بسیار مهمی به ما می‌دهد. به گفته هرودوت تعداد اقوام ماد بسیارند، از جمله بوسای، پارتکنینز، استروکینز، آرزانتینز، بودینز، ماجینز و همچنین خود مادها که از همه مهمترند. به گفته هرودوت 4 پادشاه مادی بر تمام مادها حکومت می کردند. اول از همه دیاکو پادشاهی است که با آشوریان جنگید و قدرت آنها را از بین برد. دیاکو ما بین سالهای 700 و 647 قبل از میلاد، یعنی در حدود 50 سال بر فلات ایران حکومت کرد. پادشاه دوم مادها فرورتیش ما بین سالهای 647 و 625 قبل از میلاد بر فلات ایران حکومت کرد و همچنین اقوام فارس یا پارسی زبان را نیز کنترل می کرد. در این زمان است که می توان گفت مادها بر تمام فلات ایران قدرت دارند و حکومت می کنند. پس از فرورتیش
این هوخشتره بود، سومین پادشاه مادی که ما بین سالهای 625 و 585 قبل از میلاد بر فلات ایران حکومت کرده و در زمان او بود که برای آخرین بار ما اطلاعی از آشوریان داریم، چون همین پادشاه ماد بود که نینوا و پادشاهی آشوریان را منهدم کرد. از آن زمان است که میتوان گفت مادها شاهنشاهی ایرانی را برپا کردند. آخرین شاه مادها استیاگ نام دارد که ما بین سالهای 585 و 550 قبل از میلاد بر فلات ایران حکومت کرد و این استیاگ بود که توسط کوروش بزرگ شکست داده شد و آخرین شاه ماد به دست شاه پارس افتاد. هرودوت همچنین به ما میگوید که مادها از 6 قبیله بسیار قدرتمند تشکیل شده بودند. به یونانی کلمه‌ای که برای این مادها استفاده می‌شود آریا زنتوی هست که در حقیقت برمیگردد به کلمه مادی و ایرانی قدیمی آریا زنتو. آریا زنتو به معنی دوده آریایی میباشد یا دوده ایرانی. پس ما در حقیقت می دانیم که مادها ایرانی بودند. با اینکه از مادها نوشته‌ای به جا نمانده، متون یونانی درباره القاب و کلمه‌های مادی سخن به میان می آورند. یکی از این القاب به مادی خشاپوان هستش که به معنی فرمان روا می باشد. همچنین کلمه باغ یا بهشت به مادی پارادایزا می باشد که به انگلیسی به معنی بهشت یا پارادایز هستش. متون یونانی همچنان به ما می گویند که مادها سواران بسیار ماهری بودند و همچنین ثروت مادها زبانزد جهانیان بود. آنها دارای مخازن مهم لاجورد بودند و داد و ستد لاجورد را در دست داشتند. همچنین مقدار طلا و نقره و برنزی که در پای تخت مادها بود زبانزد جهانیان بود. پایتخت مادها اکباتانا نام داشت و به گفته هرودوت اکباتانا 7 دیوار دفاعی داشت که داخل آن و دیوار اصلی آن از طلا و نقره تزئین شده بود و گنج خانه مادها در آنجا سکنا داشت. ما امروزه نتوانستیم پایتخت مادها را بیابیم، ولی به طور حتم در نزدیکی شهر همدان امروزی واقع شده. به غیر از اکباتانا، ما همچنین از محوطه باستانشناسی به نام تپه نوشجان اطلاع داریم که در 60 کیلومتری جنوب اکباتان قرار دارد. در آنجا یک آتشکده و آتشدان پیدا شده که نشان دهنده زردشتی بودن مادها می باشد. همچنین هرودوت در کتاب اول خود اطلاع می‌دهد که یکی از اقوام مهم مادها مگوی یا مق نام داشتند که البته مق نام کاهنان دین زرتشت می‌باشد.
ما صحبتمون رو از خاستگاه اقوام هند اروپایی آغاز کردیم و سپس به کوچ ایرانیان و هندو ایرانیان به شرق دریای خزر پایان رساندیم. از آنجا بود که ایرانیان به فلات ایران رسیدند، در صورتی که دیگر اقوام ایرانی از دریای سیاه تا دریای آرال به صورت اقوام بدوی در حرکت بودند. به این صورت اقوام ایرانی به دوران تاریخی وارد می شوند و شاهنشاهی های پرشکوهی به جای می گذارند. گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی، برنامه شماره 2، ایرانیان و تمدن هند و اروپایی، به پایان رسید. موزیک متن از لوریس جکناواریان، تهیه کننده herproductions.com در لس آنجلس، کالیفرنیا. در ادامه این برنامه ها از همین رسانه با ما باشید. پیروز ایران.